فیلم رابطه جوانی که تو سال 1355 ساخته شده راجع به فرید و لیلا است که دوتا همکلاسی هن که به همدیگه علاقه دارن. فرید یه جوان فقیره که این مسئله رو از لیلا پنهان کرده. بعد از آشکار شدن شرایط زندگی فرید، لیلا فرید رو ترک میکنه. بعدها فرید به خواننده مشهوری تبدیل میشه و با لیلا آشتی میکنه، اما این پایان ماجرا نیست. بخشایی از فیلم رابطه جوانی رو با هم تماشا میکنیم. ببینم، شما هنوز متوجه نشدیم که این دو عاشق شده. عاشق شده؟ عاشق کی؟ شما مردا عشق تو چنگتونه و متوجه نیستی. چی گفتی؟ شما میخواییم بگینیم لیلا خانم عاشق بنده شده؟ شما مثل این که به غیر از فیزیک به چیز دیگه ای فکر نمی کنی. بنده نمی کنه؟ آخه چطور ممکنه عاشق شما شده باشه؟ اون سخت عاشق فریده. شما رو فرید. شما رو زنی به سن و سال من میتونه دوست داشته باشه. ای خدا خدا جانه چه سلام علیکم داشترم. پس به نظر شما من مردی نیستم که زنها دورم بندازن یا میندازن؟ میتون بندازن. به نظر من شما رو باید جمع جورتونم کرد. نکنین تو رو خدا نکنین. بسرخی. فیلم سینمایی پاشنه طلا که تو سال 1354 ساخته شده از این قراره که مهدی بعد از آشنایی با شیرین به اون کمک میکنه تا عطار رو که پدر شیرین رو به قتل رسونده و با اسناد جعلی قصد داره کابره‌ای که به شیرین تعلق داره رو تصاحب کنه از سر راه اون برداره. بخشایی از فیلم پاشنه طلا رو با هم تماشا میکنیم. خدایا به امید تو، خدایا خداوندا، اگه باز میخواد میتی بیاد تا نمالیدم بیاد. بودو هم تا نمالیده کنه نمالیده باشه. ننه باز خانم، یه باز چه شما رو دور دیدی پریدی تو هموم؟ سلسله بار گرفتی؟ نکنه آلرژی پیدا کردی نسبت به هموم؟ توف به گور پدرت نیاد، دارم حنا میمارم. من نمیفهمم تو واسه چی میای هموم؟ حوصله‌ام سر رفت. آخه چی کارم داری؟ خب موضوع چیه؟ موضوع چیه؟ با هما حرف زد. چشمم روشن. چشم و دلت روشن هاج خانم، جات خالی نباشه. سربسته همه چی رو واسش گفتیم. البته اون فهمید ما چی میگیم. ما فهمیدیم اون چی میگه، اما دوتامون ولی نسبت خودمونو زدیم به نفهمی. واسه این که یه بزرگتری مثل شما بیفته وسط قال قضیه رو. فیلم سینمایی شادی های زندگی که تو سال 1355 ساخته شده از این قراره که استوار وظیفه شناسی قصد دستگیری دزد محل رو داره. اون دزد رو شناسایی میکنه اما دزد از دستش فرار میکنه. اتفاقاتی در زندگی شخصی اون در قبال زن خواننده‌ای که بهش علاقمند میشه و همینطور وصلت خواهرش با برادر اون دزد دیدگاه اون نسبت به زندگی رو تغییر میده. بخشایی از فیلم شادی های زندگی رو با هم تماشا میکنیم. ممدلی خان. بله مادر، در خدمت هم آج خانم. حالا نمیشه اینقدر قدم نزنی؟ نه آج خانم، یه جوریه که نمیتونم، تو فرمم. آقای تو فرم. هم بفرمین آج خانم. بالاخره چی شد؟ باباشو دار میارم، پدرشو دار میارم. با پدر کیو در میاری؟ شما پدر کیو در میاری؟ کیو میگی؟ بابا من پسره رو میگم، خواستگار هما. من خیال کردم دوزه رو میگی. آخه باید بهشون جواب بدین. خب بهش بده بره. دیگه چی میخوای؟ پسر ترگل ولگل، آیندهشم که روشنه، چند وقت دیگه هم دکتر میشه. خونوادهشم که میشناسی. از همه مهمتر اصل عروس و دومادن که هم دیگه رو میخوان. راستی هاج خانم، میگم که یه فکری هم واسه این زری بکن. برو بابا، تو فکر همه هستی غیر از خودت. راستش یه فکری هم از خودمون کردیم. خوبه که اسمسی هم زیر سر گذاشتی؟ آره یه دختر خوشگل و نجیب، از اون جیگرهایی که میپسندی. چه بهتر از این. من از خدا میخوام تو یه سر و سامونی پیدا کنی. این دخترها که رفتنی هست، خونه خالی میشه، اون وقت نوبت توی که عروس بیاری و جونا رو پر کنی. پس دیگه تموم آج خانم. ایبا بله، پس چی؟ همه شهر منتظرن که کاکو بیاد تا نامردی های جماعتی رو پاسخ بده. کاکو بر میگرده اما اون دیگه آدم قدیمی نیست. کاکو تبدیل به انسان آرومی شده و بعد از آزادی از زندان میخواد تو آرامش زندگی کنه. اما اتفاقایی میفته که ظرفیت آرامش کاکو به سر میاد.
فیلم کاکو با بازی ناصر ملک مطیعی و منوچهر وثوق محصول سال 1350. بخشایی از این فیلم رو با هم تماشا میکنیم. آتو چه پنهون؟ ما آخر شب میریم. میری؟ از اولش هم نواز می اومدم، بی خودی اومدم، بی خودی ترم پابند شدم، یعنی خودم خودم رو گول زدم. اصلا بعضی چیزها به پاری آدم ها نیومده. من میرم مادر، من میرم. این زور خونم مال نسی که خرجش در بیاره و دیگه سربار تو نباشه. تو هم بالاخره به پولای تای صندوقت احتیاج داری. پس منم با خودت ببر. نه نه، نصیب تو احتیاج داره. آخه بچه بزرگ کردم که برات دلم باشه، نه اینکه خودشو آواره کنه. اینقدر نیشتر به دلم نزن. منو ببخش، به موت قسم که دیگه طاقت موندن ندارم. پس همه با هم میریم. نه 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 نه، بذار تنها باشم، اینجوری خیلی راحت. تو چشای من نگاه کن، راستشو بگو. چی رو راستشو بگم؟ اون دختره. کدوم دختره؟ همون دختره. کی بود؟ نه نه، چشای تو داره با من حرف میزنه، دیگه نمیخواد لاپوشونی کنی. نه نه بگذار. تو چرا بخشیدیش؟ من چی رو بخشیدم؟ این حرفا کدوم؟ ننه، زندگی منو دست انداخته بود، فقط با یه اشتباه کوچیک. همین. فیلم سینمایی سالار مردان که تو سال 1347 ساخته شده، از این قراره که مردی با رقاصه کاباره ای آشنا میشه و به اون علاقه‌مند میشه. برادر جوونش از سفر بر میگرده و عاشق دخترموش میشه، دخترمویی که برای برادر بزرگتر در نظر گرفته شده بوده. طی اتفاقایی این دو نفر از هم دور میشن تا زمانی که مشکلات حل شده و هر دوشون به محبوبشون میرسن. بخشایی از فیلم سالار مردان رو با هم تماشا میکنیم. کیه؟ حتما ابرامه. سلام ننه. سلام. پره. این پره یکی اون دخترای ناز مادر. آره ببینم. ننه ننه کجا داری میری؟ واسه با من آبرو دارم جلوی دختره. سب کن چرا ترس کرد؟ به تو میگم نرو، الان همه چی رو وسط میگم. لازم نیست چیزی بگی. دیروز زور گذاشتی رفتی، حالا کله سحر اصلا توفا آوردی. باری کلا، اون از شب عروسی، اینم از حالا. دختره رو همینجور نشوندی و رفتی؟ داد نزدم مادر، سب کن فدا چند. تو میخوای زور زوره که یکی رو بریش و من ببنده که اصلا ستارش با من جور نی. زری غلکم 20 ساله من کوچکتره مادر. اگه زری ستارش با تو جور نیست، این دخترم ستارش با خانواده من جوری. سب کن ننه قربونت قد و بالات برم، من و این پری خانم چند ساله که همدیگر رو میشناسیم، افقامونم با هم یکه. از اون گذشته ابرامت به این تفریق قول داده مادر، حالت میشه؟ تو که دوست نداری نوکرت بزنه زیر قولش، داری؟ تو که منو میشناسی مادر جون، هر کسی یه قسمتی داره. آره نوکرتم قسمت مامی پری خانومه. حالا اگه میخوای پسرتو دوماد کنی، آستینتو بزن بالا، بگو یا هم بگو دیگه. اگه قوله که بزرگم قول داری، مگه اون تفری سر خونجه اخ نشوندی؟ حالا دست یه دختر که معلوم نیست بابا ننش چیه گرفتی آوردی تو خونه که عروس مادرت بشه؟ باری کلا چشمم روشن، آدم با این چشمای کتوری چشمای گنده گنده میبینه. نه نه من چه آدم؟